مهمان شما، خیلی خیلی ممنونم جناب دکتر جعفری عزیز و محترم. شما عازم هستیم فردا؟ بله. بله بله فردا شب با عزتون. خب به سلامتی انشاءالله خبرهای خوش میاریم. امروز من فکر کردم به دنبال عرایزم که از دفعه قبل شروع کردیم که واقعا یک انسان چگونه میتواند شکوفا بشود، چگونه میتواند انسان بشود و به راحتی زندگی کند. ما تا به امروز در مورد عقاید و ایدئولوژی ها خیلی صحبت کردیم. من دفعه قبل پیشنهادم این بود که شمایی که با دین، با ایدئولوژی سیاسی یا هر دو ایدئولوژی که هستین، دعوت من رو بپذیرید مبنی بر این که بایستی این ایدئولوژی هاتون بیاد در عرصه اجتماعی و مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیره. آن چیزی که من بهش عرض کردم خدمتون، اطلاق میکنم گفتمان. گفتمان معمولا به معنی این نیست که شما بگو من گوش میدم و شما گوش بده من فقط حرف میزنم، بلکه وقتی بنده صحبت از گفتمان میکنم بدین معنی است که ما عقاید خودمون رو بدون تعصب، بدون حب، بدون بغض میاییم و در معرض اجتماع قرار میدیم. من با این عقیده که هر گروهی توی گنبد خودشون حرفای خودشون رو بزنن و فقط موقعی بخواهم برن بیرون که بخوان تبلیغ ایدئولوژیشون رو بکنن یا افراد رو بیارن توی مکتب خودشون فقط برای اینکه یه پیرو بیشتری رو داشته باشن، من فکر میکنم اون زمانش دیگه گذشته. مردم هوشیارن، مردم آگاهن. بنابراین فکر میکنم اگر با خلوص نیت ما عقاید خودمون رو در اختیار مردم بذاریم، البته اگه خودمون عقاید خودمون رو میدونیم، اون موقع باید شجاعت نشون بدیم در مقابل سوالاتی که میاد، حتی اعتراضاتی که میاد. و اعتراضات و تشویق ها فقط سبب آگاهی میشه، دانش میشه، بینش میشه. دوباره تأکید میکنم این خیلی مهمه. چرا؟ چون اکثر ما، بلخص دوستانی که در ایران ساکن بودن و هستن، در مورد ایدئولوژی خودشون هم چیزی نمیگن. یعنی اگر ایدئولوژی مذهبیه که دیگه خطرناکتره، چون با احساسات توامه. اگر از یک بهایی یا مسلمان یا کلیمی یا هندو بپرسی خب اصلا فکر شما چی هست، کریشنا چی میگه، اثری داره، خب در حیطه‌های اجتماعی چی کار میکنید شما، مگر اون که این پیروان واقعا خودشون تغییر کرده باشن، که اکثرا هم نکردن. اکثرا به خاطر اینکه پدرشون، مادرشون، جدشون به یک مرامی پیوستن، بنابراین اون هم رفتن و نعره السلام علیکم یا بهاء الابها السلام اینا رو بلند میکنن
ولی خدا شاهده که اگر ازشون سوال بکنی السلام علیک یعنی چی، ریشش یعنی چی، در زندگی فردی تو یعنی چی، در رابطه تو با خانواده، همسایه و اجتماع یعنی چی، خدای من شاهده که نمیدونه جواب بده، چون به صورت عرفی و توتیوار اینها رو حفظ کرده. حالا میخواد بگه الله ابها بگه، آیا واقعا خدا ابهاست؟ ابها بودن خدا در ارتباط با فرد چیه؟ در ارتباط با یک فرد دیگه چیه؟ پس بنابراین من هدف دفعه قبلم این بود که این کسانی که پیرو یه ایدئولوژی هستن بایستی ایدئولوژی خودشون رو بفهمن، باید ببینن کسانی که بنیاد این ایدئولوژی ها رو ایجاد کردن اصلا حرفاشون چیه، کتابشون چی میگه، اصلا چند تا کتاب دارن اینا، الان این حرفا رو میزنن، فردا اگه قدرت به دست بگیرن چی کار میکنن؟ این سوالا رو اگه ما در ایران قبل از انقلاب میکردیم، اگر در روسیه میکردن، اگر در کشورهای نیمکره شمالی میکردن، در کره شمالی، ما خیلی مسائل واسمون حل میشد. پس بینش من رو به اینجا میکشونه که اگر شما اجازه ندین مردم گفتمان داشته باشن، اون موقع اینا افرادگرا میشن، بنیادگرا میشن، خودبین میشن و فکر میکنن جوابا همش دست خودشونه. اون موقع گوش نمیدن، فقط قضاوت میکنن. ولی اگر ما بذاریم اینا بیان و با وسایل سمی بصری، رادیو، تلویزیون، پادکست، یوتیوب بفهمن اینا چی میگن، اون موقع بینش ها میره بالا، انتخابات بهتر میشه، رأی های عاقلانه تری ما میدیم و بعد رهبرای بهتری را انتخاب میکنیم. اگه دقت کنید من هیچ توهینی به احدی نکردم، بلخص کسانی که در ایران گوش میدین این بی اندازه مهمه. یعنی رهبر در هر جامعه نماینده اون مردمیه که انتخابش میکنن. اگه بگی نه من انتخاب نکردم، خیلی خوبه، به شرط آن که هوشیارانه صحبت بکنی، از روی بغض نگی و یا از روی حب چیزی رو نگیم. حالا که به اینجا رسوندم، حالا بحث امروز من یک مقدار عمیق‌تر از بحث قبله و کلیدیه، و اونم اینه که اصلا یه انسان سالم کیه؟ آیا کسی هست تو این تالار در بین بینندگان ما که بگه من سالمم؟ انسان سالم کیه؟ آیا ما میتونیم سالم باشیم؟ آیا یک انسان برای اینکه سالم باشه نیازهایش چیه؟ نیازهای یک فرد سالم چیه؟ و نقش فرد، خانواده، اجتماع و تشکیلات مدنی، سیاسی، مذهبی در برآوردن این نیازها چی هست؟ ببینیم من حالا چگونه دارم به این قضیه توجه میکنم. یعنی آنکه رهبریت یک اجتماع رو شما از راه برآورد کردن نیازهایی که یک فرد و یه اجتماع داره میتونین ارزش یابی کنید، چه میخواهید در غرب باشین، چه میخواهید در شرق باشین، نیاز یک انسان واقعا چیه؟
یک طرح و الگوی رو یکی از روانشناسان معروف که در 1908 صعود کرد، آبرام مازلو، این یک روانشناس امریکایی بود و یه الگویی درست کرد، یه هرمی درست کرد که معروف است به هرم نیازمندی های یک انسان یا به عبارت دیگر هرم مازلو. بنده به عنوان یک محقق به این قضیه نگاه میکنم و از اونجایی که رشته خدماتیم از جمله اون روان درمانی هست، این است که این رو خیلی خیلی بهش اهمیت میدم. نیاز چیه یک فرد؟ از کی نیازش شروع میشه؟ آیا نیازهای یک فرد اگر در موقعیت مناسب برآورده نشه آیا اختلال به وجود میاره؟ آیا شخصیت یک انسان متناسب هست با این نیازهایی که باید برآورده بشه؟ نقش والدین چیه؟ نقش کسانی که در حقیقت به عنوان مربی یک انسان هستند چی هست؟ فرق تعلیم با تربیت چی هست؟ اینا مسائلیه که من میخوام به طور اجمالی در باره صحبت کنم و بعد یه نتیجه گیری بکنم برای انسان امروز. میدانید نیازها از نیاز جسمانی همیشه شروع میشه. ما باید نفس بتونیم بکشیم، باید بتونیم خوب بخوابیم، باید یه سقفی بالای سر خودمون داشته باشیم، باید غذا به اندازه کافی متناسب بخوریم. حتی چون انسانیم، انسان قوای غریزه‌ای هم داره، غرایز جنسی داره و این غرایز هم باید در حیطه و راستای خودش مطابق شرایط انسانی برآورده بشه. من همه اینها رو بهش میگویم نیازهای زیستنی، یعنی انسان اینها رو لازم داره برای اینکه زنده باشه. حالا من نمیخوام همینجا یک میزانی رو واسه شما تهیه بکنم، دولتتون رو، ملتتون رو نگاه بکنید، ناظر باشید. آیا من در ایران نازنینم، ایران رو ولش میکنم، امریکا، لاس آنجلس، نیویورک، شهرهایی که همه قبطش رو میخورن، آیا واقعا نیاز اولیه زیست فراهم شده؟ آیا من در ایران بایستی برم گاراژ یه نفر رو اجاره بکنم که بخوابم چون نمیتونم پول اجاره بدم، نمیتونم خونه بخرم؟ در تهران خونه خریدن به این سادگی نیست، اجاره ها گرونه. آیا غذا هست واقعا؟ آیا برای اینکه من یه گوشت بخوام بخرم باید دزدی کنم، اختلاس رو باید به کار ببرم؟ ارزش‌یابی کنید خانم آقایون، آیا نقش فرد چیه؟ نقش اجتماع چیه؟ نقش رهبر چیه؟ با نهایت درجه احترام به مقام رهبری ایران، حضرت آیت الله خامنه ای، من قصدم این نیست که بخواهم خدایی نکرده تهدیدی به ریاست شما کرده باشم، ولی این سوال، سوال منطقی است که آیا من برای اینکه زنده باشم بایستی دزدی بکنم که شکمم رو پر کنم؟ آیا من آلودگی هوا رو باید تحمل بکنم؟ نقش رهبری چیه؟ نقش اجتماع چیه؟ چرا تمام کسانی که
در مقام رهبری و خدمت انسانها انتخاب شدن فقط باید به فکر زیست خودشون باشن، نه تنها خودشون، فامیلشون. چرا بنده به عنوان یک فرد، به عنوان یک جوان در ایران نتونم غذا بخورم؟ تخم مرغ گرون باشه. چرا اون وقت من که یکی از وزرا هستم بایستی در لندن، در بهترین جاهای لندن، بهترین آپارتمان ها رو داشته باشم، صاحبش باشم در کانادا، در جاهای دیگه اروپا؟ این فقط هم منوط به رهبریت ایرانی. شما دقت بفرمایید به کشورهایی که رژیم های کمونیستی دارن، حتی به رژیم های کپیتالیستی. من میخوام بروید به یه مقدار عمیق‌تر فکر کنید. اگر یک انسان نتونه نیاز اولیش رو برآورده کنه، چگونه میتونه انسان باشه؟ آیا انسان اصلا میتونه رابطه ایجاد کنه؟ رابطهش هم بر اساس دزدی خواهد بود، مشروطه خواهد بود. من به تو مهربونم اگر تو احتیاجات من رو برآورده بکنی. بعد از اینم که احتیاجات من برآورده شد، تو میشی یه دستمال کاغذی و ارزشی نداره. خوب دقت کنید. پس اولین نیاز، نیازهای زیستنیه، حق هر انسانیه. یکی از بنیادی ترین احتیاجات انسانیه. واسه همینه که اون کسانی که کتابهایی مثل رساله مدنیه رو ملاحظه کردن، میبینن کسی که به خاطر آن که بغض در قلب ها به خاطر ذکر اسمش حتی ایجاد نشه، از ذکر اسمش خودداری میکنه، ولی میگوید آیا نباید هر کسی یه سقفی داشته باشه؟ نبایستی غذای درست بخوره؟ اگر یه انسان اینا رو نداشته باشه، چگونه میتونه به کارهای دیگهش برسه؟ آیا تمام وقت یک انسان باید به فکر این باشه که اجارش رو چجوری بده، غذا رو از کجا بگیره، کجا میخواد بخوابه؟ کسانی که صاحبان رساله مدنیه، رساله سیاسیه و افراد زیادی نوشتن در مورد مدن، در مورد سیاست، به مقام رهبری وقتی خطاب میکنن، میگوین آیا کسانی که در ظل سایه شمای رهبر ساکنن نبایستی از این عامل اولیه بهره مند بشن؟ فکر کنید و ارزش‌یابی کنید. یک نیازهای دومی هم وجود داره، نیاز امنیتی. آیا واقعا ما امنیت جسمانی داریم؟ آیا اگه مریض بشی الان بیمارستان میتونی بری؟ میتونی خرجش رو هر چیزی که باشه تحمل بکنی؟ نه. نیاز امنیت جسمانی داری که وقتی میری بیرون سالم برگردی؟ آیا NRA، National Rifle Association، چرا یکی از بزرگترین کورپوریشن های عالمه، چرا من با ترس زندگی میکنم بایستی در خونم اسلحه داشته باشم؟ آیا این امنیته؟ چقدر افراد کشته شدن توسط اسلحه؟ چقدر پدر و مادرهای غافلی که فکر میکنن بعد اسلحه تو خونشون داشته باشن، و چقدر بچه ها که یا به خاطر غفلت والدین یا به خاطر بازیگوشی از این اسلحه ها استفاده کردن
و جان خودشون رو دست دادن. چقدر خطاهای سهوی ایجاد شده. یه امنیته. ببینین شما در تالاری ساکن شدین که بنده و جناب دکتر جعفری به یه چیز معتقدیم و بسه همین هم هست، داریم با هم همکاری میکنیم. قدرت سوال کردن رو در افراد ایجاد کن که ناظر باشن، تشخیص بدن، سوال کنن، ارزشیابی کنن، نه این که فقط مثل بوز اخبش به قول ورفایی که در مورد عام حرف می زدن سر خودشون رو فقط تکم بدن و هر چیزی که می شنون یا می بینن. طوری باید سوال کردن رو بیاموزن که اگر جمعی اهل عالم به یه طرف برن بدین معنی نیست که اون راه راه درستیه، یا اگر بر مخالفتش قیام کنن دلیل بران نیست که اون راه راه غلطیه. سوال بکنن. ارزش ایدئولوژی در این نیست که جواب سوالا رو بده. ارزش ایدئولوژی بلخص مذهبی اونه که چقدر اجازه میده که شما آزاد منش و خوش فکر باشید. امنیت، آیا امنیت شغلی داری؟ اگه امنیت شغلی نداشته باشی چی میشه؟ آیا اینا به هم پیوسته نیست؟ اگه امنیت شغلی نداشته باشی درجه فساد بالا نمیره؟ آیا پس ما لازمه یک انسان سالم بودن در این نیست که ما امکانات داشتن یک شغل رو داشته باشیم؟ که این امکانات رو فراهم میکنه، دین میخواد فراهم کنه، علم و وسایلش رو فراهم میکنه. دین، اون دین حقیقی، دین واقعی میگه از راه درست امکانات رو فراهم کن. خب این نقش فرده و هماهنگی اجتماعی. آیا وظیفه رهبران مدنی و سیاسی و تشکیلاتی نیست که یک فاصله اسپیسی ایجاد بکنن، فضایی فراهم کنن که ما بتونیم تحصیل لازمه رو بگیریم، مهارت‌های لازمه رو بگیریم که بتونیم در حقیقت شغلای خوبی داشته باشیم و بعد توسط اون دینی که من حالا بهش میگم همون دین انسانی به ما هرس رو یاد نده، به ما قناعت رو یاد بده، به ما از خودگذشتگی یاد بده و توسط علم مهارت ها رو یاد بگیریم و اگر اربابان سیاسی ما عاقل باشن برای ما مهلت های تعلیم و تربیتی ایجاد کنن، اون امنیت لازمه برای یک انسان که اختلال نگیره. نیازهای اجتماعی هم ما داریم. علاقه به دیگری، اونس داشتن. شما میدانید که علت اصلی افسردگی، دلایل زیادی هست، تنهاییه. من میدونم تنهایی درونی هم هست، ولی کسانی هستن که دوست ندارن. شما نگاه به این تالار نکنید، ولی از این تالار یاد بگیرید، در خونه ها رو بزنید، به همسایهاتون برسید، چون همه احتیاج دارن. و اگر دین شما، آیین شما، سیستم فکری شما اجازه نمیده که معاشرت بکنید، ارزشیابی کنید، عاقل باشید، بینش داشته باشید، آزاد باشید. خدای من شاهده یکی از دلایلی که من اسم برنامه‌ام رو در تلویزیون برنامه هفتگی رو دانش، بینش، آزادی گذاشتم به خاطر این بود که انسان‌ها تا دانش یعنی آگاهی پیدا نکنن، بصیرت حاصل نمی‌کنن،
میشن و بعد آزاد نمیشن از زنجیرهای خرافه‌گری و آنچه که امنیتشون رو از دست میده. اگه خوب دقت بکنید، ما نیاز اجتماعی داریم، ما علاقه میخوایم داشته باشیم به یکدیگر، تعلق داشته باشیم، تعلقهای عاطفی، تعلقات انسانی. ولی اگر من نیازهای زیستم برآورده نشه، اگر نیازهای امنیتیم برآورده نشه، شما فکر میکنی علاقه من نسبت به دیگری آلوده نمیشه؟ آیا من روابط رو به خاطر احتیاجات ایجاد نمیکنم؟ چقدر انسان ها دوباره، من از مقام تشکیلاتی در ایران عذر میخوام اگه این حقایق رو بررسی میکنم، چرا باید دخترها، چرا باید زنها خودفروشی بکنن؟ آیا علاقه است؟ آیا وقتی تو میری و با یه کسی یه هم بستر میشی فقط به خاطر احتیاج جسمانی؟ آیا خودت روح خودت رو نابود نمی کنی؟ آیا هنوزم که هنوزه در قرن 21 شما فکر میکنی روابط جسمانی بدون علاقه، تعلق عاطفی و فکری معنی میده؟ آیا امنیتی به وجود میاره؟ چرا درصد کسانی که این امنیت های عاطفی رو ندارن در تعلقات جسمانی خودشون، حتی در ازدواج های خودشون، همیشه با مشکلاتی روبرو میشن که به طلاق می انجامه؟ چرا بچه های ما، بچه های ما، جوانای ما خود ارضایی میکنن؟ اینا مسائلیه که خودتون رو گول نزنید، مطرح کنید. شاید بچه های شما هم دارن میکنن، خودتون غافلید. ولی چرا؟ چه نیازیه که برآورده نشده؟ آیا وقتی من تعلقی به یک نفر دارم، اگر فقط به خاطر احتیاجاتم باشه؟ آیا من در حقیقت هدفم نه تعلق نه ارتباطه، چون معتقدم فقط به یک آرمان، دین من ماکیاولیه، کتاب مقدس من شاهزاده است و فقطم یک آیه داره؟ هدف وسیله رو توجیه میکنه. هدف من اینه که شب بتونم بخوابم، یه جایی بخوابم که بارون نیاد، یه غذایی بخورم. حالا اگه میتونم من با یه کسی هم خوابگی بکنم، چرا که نه؟ آیا این ها انسان رو زائل نمی کنه؟ آیا رهبریت مدنی، نظام های مدنی نباید اینها رو در نظر بگیره؟ خوب دقت کنید، من میخوام امشب شما ناظر باشید، تو رو خدا قاضی نباشید. من میدونم من آدم خوبی نیستم، حرفای خوبی نمیزنم، ولی حداقل از دیدگاه عملی به حرفام توجه بکنید. یه نیازهای اجتماعی داره یک فرد، یک فرد نیاز اجتماعی داره. چرا؟ چون به قول ارسطو یه حیوان اجتماعیه. ولی نوع علاقه ها، نوع ارتباطات بایستی صحیح باشه که این انسان باشه. در هر کدوم از این مراحل، خانم آقایون، اگر درست برآورده نشه، اختلال به وجود میاد. اختلال در اخلاقیات فرد، اختلال در شخصیت فرد. من اینجا جاشنی که نشون بدم چگونه این جدول نیازمندهای انسانی میتونه پرسونالیتی دیسوردرهای قوی ایجاد بکنه. این رو من میذارم برای جلسات بعد یا به همکاران روانشناس خودم که در این تالار برنامه هایی دارن. نیاز بعدی که ما داریم، خوب دقت کنید، احترامه، حرمت نفس، اعتماد به نفس،
عزت نفس. واقعا ما داریم؟ آیا همچین چیزی هست؟ اعتماد به نفس یعنی چی؟ فرقش با حرمت به نفس یعنی چی؟ عزت نفس چیه؟ آیا شما نمیخوای در یه فضایی باشی که به همه احترام بذاری، در این حال هم میخوای در یه وضعیتی باشی که همه به احترام بذارن؟ احترام اصلا یعنی چی؟ این سوالا نبایستی بشه؟ آیا اسباب هرج و مرج گسترش پیدا نکرده؟ آیا کسی که دیپرسه، افسردگی داره، پژمردگی داره، حرمت نفسش تأثیر نداشته؟ آیا این به خاطر این نیست که در وجود خودش چیزی نیافته که ارزش زندگی و پویایی داشته باشه در مقابل افسردگی؟ خوب دقت کن ای مادر، ای پدر، ای رهبر، ای عضو تشکیلات مدنی، تشکیلات مذهبی، دقت کن به این حرفا. نمیتونی این حقایق علمی رو تغییر بدی با دعا، مناجات، اینا همش لازمه دونستنش. دعا بخون، من نمیگم نخون، مناجات بخون، چرا نخونی؟ بری از خودت بپرس بس چی داری میخونی؟ اگه واسه این میخونی که یه نفر دیگه به تو حرمت نفس بده، در خونت رو بزنه، امنیت اجتماعی بهت بده، در خونت رو بزنه و یه سخت بذاره بالای سره، من متاسفم همچین دعایی وجود نداره، چون قدم اول بردار و قدم دیگر در عالمت قدم گذار، از تو حرکت هست و از خدا برکت هست. اون خدا که تو بهش دعا میکنی یعنی اون قوه غیب منی لایدرکی که به تو انرژی میده که این امنیت های مختلفه که اسباب رفع نیازمندی های مختلف هست رو برآورده بکنه. تو بایستی قدم برداری، حرمت نفس داشته باشی. ولی اگر این رو نداشته باشی، بعد یک نیاز دیگه ایجاد میشه، رضایت. آیا تو طیب خاطر داری؟ رضایت خاطر داری؟ میدونم هم راضی به رضای خداییم. من این رو خیلی میشنوم، من خیلی میشنوم. یعنی چی راضی به رضای خدا هستی؟ یعنی چی؟ من این کلمه رو نمیفهمم. خدا چیه که رضایتش چیه که تو راضی به رضایتشی؟ آیا اون دلش میخواد که تو در حقارت زندگی کنی؟ آیا تو میتونی رضایت از خودت داشته باشی؟ و فرق رضایت داشتن با از خود راضی بودن چیه؟ تو میتونی رضایت داشته باشی ولی قلبت پر از کینه باشه، پر از بغض باشه، عرب عرب، عجم عجم بکنی، اسلام بهایی بکنی، ایرانی ضد ایرانی بکنی؟ رضایت؟ رضایت چی؟ تو چطوری میتونه افکارت پوسیده باشه ولی رضایت خاطر داشته باشی؟ هنوز با عقاید 200 سال قبل، 300 سال قبل میخوای زندگی کنی؟ حالا بدتر، کسانی میان رهبریت های ما رو به عهده میگیرن که میخوان ما رو به هزارها سال قبل ببرن. آیا ما به پویایی انسان بایستی معتقد باشیم تا رضایت حاصل بشه؟ آیا دین در حال پویایی تطوره یا یه چیزی که 200 سال قبل گفته شده، 1000 سال قبل گفته شده، باید تا ابدالآباد بمونیم؟ چطوری ممکن رضایت داشته باشیم؟ رضایت موقعی حاصل میشه که عشق باشه، نترس، خوف الله باشه ولی ترس از خدا نباشه. خوف الله فرق میکنه
با اون ترس عرفی. تا تو عاشق نباشی، خوف یعنی حرمت برای اصول برای تحصیل نمیشه. اینجا من نمیخوام مباحث عرفانی مذهبی رو پیش بکشم، ولی کسانی هستن همه کار میکنن ولی به خوف الله ناظر نمیشن. خوف الله یعنی من همیشه سعی میکنم به اون انرژی الکل فلکل متصل بشم و میدونم برای هر کاری یک کارمایی وجود داره، برای هر عملی یک قیامتی وجود داره، برای هر عملی عکس العملی وجود داره. بنابراین البته صد البته من می ترسم که از این اصول جهانی حقیقی علمی معنوی فکری سرپیچی کنم. چرا؟ برای اینکه خودم صدمه می بینم، برای اینکه رضایتم از بین میره، رضایتم که از بین رفت، تعادلم از بین میره، تعادلم که از بین رفت، آرامشم از بین میره. ببینید من چی کار کردم؟ یک کلمه ای مثل خوف رو که در ادیان استفاده میشه و قلیلی و اقل قلیلی اصلا این کلمه ها رو میفهمم. به همین دلیلی که بنده معتقدم دین میتونه عامل بدبختی بشر بشه. اگر این بشری که این دین رو قبول میکنه با تحری حقیقت، با دانش، با بینش، با ارزشیابی قبولش نکنه. پس رضایت خیلی مهمه در ساختن یک انسان. رضایت باعث میشه که ماکر نشی. ولی چرا ماکر میشی؟ برای اینکه امنیت نداری. چرا دروغ میگی؟ برای اینکه اون به راستی اعتقاد نداری، و یا شاید هم اعتقاد داری ولی امنیت نداری. حالا یه دروغ بگیم بره، اگر بخوای یک کلاه شعری درست کنی میگی که یک دروغ مصلحت آمیز به از راست فتنه انگیز. البته اون کسی که این حرف رو زده شما میبینی که در آثار خودش بی اندازه اینا رو مورد تجزیه و تحلیل قرار داده. نه، دروغ مصلحت آمیز هیچ موقع مصلحت آمیز نی. اگه دروغه یکی ضرر میکنه، شاید اون تو نباشی، چون دروغ مصلحت آمیز تو رو ماکیاولی میکنه. تو یه آدمی هستی که انسان دیگر رو فقط وسیله قرار دادی و خودتو هدف. بعضی ها بهش میگن حکمت. نه، حکمت بود رضایتت به اینه که حکمت بود. ولی حکمت یعنی چی؟ نگو به من محمد اینه میگه، عیسی اینه میگه، پاولا اینه میگه. تو باید بفهمی ما کاری به اونا نداریم، اونا حرفشون درسته. چون اون داره میگه حکمت اقوال و اعمالیست که سبب تقرب ناس به شریعه حقیقت میشه. این حکمته. چطوری تو میتونی مردم رو به شریعه حقیقت، بلکه خودت رو هم به شریعه حقیقت نزدیک بکنی ولی دروغ بگی؟ دقت کن، تو امکان نداره رضایت خاطر داشته باشی. یکی از فلاسفه و بعد کسانی مثل رومی خیلی توجه کردن، کسانی مثل شبستری توجه کردن، شما یه گناه که میکنی رضایت رو از بین میبری. ولی آیا ابدیه؟ به نظر بنده خیر، همیشه میتونی بهتر بشی، همیشه میتونی گذشته رو با یه آینده بهتری ترسیمش کنی. پس بنابراین رضایت خیلی مهمه سروران عزیز من. یعنی اگر رضایت خاطر میگن داشته باش، این ظاهر باطن یکی باشه، یعنی فکرت، احساست، عملت باید بخونه. اون وقت از روی اینه که شما میتونی ایدئالیات و ارزشیابی کنی. بله، خودت هی نگو خدا میگه. خدا چی میگه؟
خدا بیکار حرف بزنه. اصلا خدایی که حرف بزنه از خدایی ساقطه، همونطوری که خدایی که دست داشته باشه ساقطه، خدایی که شطور داشته باشه ساقطه، خدایی که پسر داشته باشه ساقطه. یه مقدار از این قبر اوهام بیاییم بیرون تا رضایت خاطر پیدا بکنید. هنوز میخواییم با همون عقاید فرسوده بیرون رضایت خاطر هایی ما میخواییم داشته باشیم؟ بایستی ایدئالژی هایی رو داشته باشیم که رضایت همگانی رو جلب بکنه. چون هیچ موقع من نمیتونم رضایت داشته باشم اگر به وحدت کل معتقد نباشم، به عدالت کل معتقد نباشم و به صلح کلی معتقد نباشم. چطور میتونم رضایت داشته باشم؟ رضایت در این نیست که بهایی یا مسلمان یا کلیمی آرامش داشته باشم. این عقاید خرافی رو بندازین دور. اگر بگویید آن نفوس نیستیم، میگوییم اقوال شما همان اقوال و اعمال شما همان اعمال است. اینا خیلی حرفای بزرگیه که این بزرگان این ایدئولوژی های عرفانی و دینی و فلسفی زدن. پس رضایت خیلی مهمه. اگر اینا همش ایجاد بشه، اون موقع است که تازه ما میرسیم به اصل قضیه. ببینید من 4-5-6 ذکر کردم، ولی یعنی اصل قضیه نیم. اصل قضیه به قول مازلو خودشکوفاییه. انسان را به مثابه معدنی ملاحظه نما که دارای احجار کریم است. تمام این نیازهایی رو که ما میخواییم برآورده بکنیم، از اون نیاز جسمانی، امنیتی، علاقه، ارتباط، برای اینه که برسی به این که خودت رو یه معدنی بدونی که دارای احجار کریم است. خود شکوفا بشی، یه گلی هستی که قنچه‌ای. حالا این باید باز بشه. اگر این مراحل نیازهای اولیه به درستی برآورده بشه، شاید تو به خودشکوفایی برسی. وقتی به خودشکوفایی رسیدی یه تعصب نداری، تعصب دیگه وجود نداره، واقعیت رو اونطوری که هست میپذیری، تصور نمی کنی. تخیل لات جای تخیل بهتر رو نمیگیره. قابلیت حل مشکلات پیدا میکنی. نگاه میکنی به فلاسفه قبل، مخترعین قبل، و روی شونه اونها وامیسی و برای نسل بعدت یه اختراع جدیدی میکنی. خوب دقت کنید چی کار کردم من. اگر کسی این نیازها رو برآورده نکنه، چگونه میتونه انسان بشه؟ با دعا مناجات که کسی دیپریشنش حل میشه تماما نه. آره امید بهت میده، خیلی خوبه، ولی امید اگه با فکر درست، با عمل کرده درست، با رابطه صحیح درست، با امنیت اجتماعی، با امنیت فیزیکی همراه نباشه، دعا میخواد چیکار کنه؟ بر اساس این نیازها بایستی اگر مذهبی هستی ارزش‌یابی کن، مرام تو ارزش‌یابی کن، ببین نیازها رو برآورده میکنه. آیا واقعا تو شکوفا هستی؟ تو خلاقیت داری؟ تو جای سوال کردن داری؟ یا میترسی؟ یا مشرک میشی؟ اگه سوال نکنی مشرک میشی، کافر میشی، مقرض میشی. ول کنید این حرفا رو. تا به امروز من کمتر مذهبی دیدم که اصلا عهد و میثاق رو درست بفهمه. عهد و میثاق شما به حقیقت، به واقعیت، به امنیت، به عزت نفس، به حرمت نفس، به یگانگی و ماکر نبودنه.
میگه این تابوت عهد نبود ای دوستان یهودی من که در این تالار حاضری و بنده افتخار میکنم به حضور شما. این تابوت عهد چی بود؟ این کتاب عهدی چیه؟ آیا مقام انسان عظیم است؟ عظیم. بخونید اینا رو تا اون موقع بتونین امنیت پیدا کنید. اون موقع اگر با اون مقام شکوفایی برسید اصلا ترس ندارید اگه یه چیزیه که غلطه رو بل کنید. شجاعت پیدا میکنید که بتونید تا اون جایی که امکان داره صادق باشید با خودتون. آدمی که به اون شکوفایی میرسه برتری و بهتری نمیبینه، چون برتری و بهتری که به میان آمد عالم ویرانه شد. میبینه مردم در طبقات مختلف یه استعدادی هستن ولی برتری وجود نداره، خودشیفتگی وجود نداره. ببینین حرمت نفس رو جدا میکنه از خودشیفتگی. پس حالا که به اینجا رسوندم، من میدونم باعثی وقت سوال جواب باشه ولی یه چیزی هم هست که برای اینکه اینه ایجاد بشه ما تعلیم و تربیت لازم داریم. تعلیم و تربیت در سه مرحله. مرحله جسمانی. مرحله جسمانی همون نیازهای جسمانی که عرض کردم. وظیفه کیه که این کار رو بکنه؟ دولت و حکومت. دوباره من عرض میخوام از حضرات و عمرا و علما، ولی اینا حقیقته. حقیقت رو نمیشه انکار کرد. هر کسی که بخواد دهن یک کسی یه رو ببنده، زبون یک کسی یه رو ببره، اون در حقیقت نشون میده که خودشم میدونه که طرف مقابل داره حقیقت رو میگه. ولی اون کسی هم که حقیقت رو میگه ترسی نداره، بلکه آرزوش اینه که سرش رو هم در این راه بده، چون اون موقع عزت نفسش بیشتره، مخصوصا اگر به بقای روح معتقد باشه. این است که بعد حالا سوال کرد چگونه این امنیت رو ایجاد کنیم که سالم باشیم. ببینید نقشه خوبه، نقشه 10 ساله، 15 ساله، 20 ساله، 25 ساله، 9 ساله، همه دارن. همه من تو بوئینگ کار میکنم، نقشه 50 ساله داره. 50 سال دیگه ما میخواییم بوئینگ کورپوریشن کجا باشه؟ ناسا نقشه داره و نقشه هست، ولی چگونه اینا اجرا میشه؟ کیا اجرا میکنن؟ نقش فرد، اجتماع و تشکیلاتش چیه؟ اینا رو ارزیابی کنید. من در ابتدای قبل از عرایزم شنیدم که جناب دکتر جعفری اشاره به یه نقشه کردن، پیام کردن. من چون دیر رسیدم به جزئیاتش آگاه نیستم، ولی یک بیان فرمودن که من امیدوارم که اون انجام بشه. خودت بخون. هزارها سال واسط خوندم. میشه تو رو خودت رو بخونی خلاصه شو ما بگی؟ آخه فرد جون، این خلاصه خلاصه منه، خلاصه تو نیم. من میخونم خلاصه شو در میارم، تو هم بخون خلاصه شو در بیار، بعد خلاصه هامونو با هم دیگه شریک میکنیم و از هم دیگه یاد میگیریم. به خدا قسم همون 9 نفری که نشستن و این رو نوشتن، اگر تک تک اگر بیام صحبت بکنن هر کدومشون یه نظری دارن. چقدر قشنگه. و این خیلی پیام خوبی بود که من از جناب جعفری یاد گرفتم. خودت بخون، سعی نکن فقط این پیام ها که میان فقط یه وسیلهی باشه، دوباره یه زوم دیگه را بندازیم و یه اگه حضوری یه شب نشینی را بندازیم. خودت گول نزن.
چون امنیت از بین میره، نیازهای معنوی از بین میره، بچه ها از بین میرن. بعد اینو که میگیری از خودت بپرس نقش من چیه توی این پیام، هدف چی هستم؟ هدف تشکیلاتیه یا هدف جهانیه؟ من جواب رو دارم و جواب پیام جواب رو داره، یا پیام داره تشویق میکنه به این که سوال بهتری بکن که جوابای بهتری رو نصیبت کنه؟ آیا جواب رو تو داری؟ جواب رو گروه تو دارن؟ یا جواب ها در دست همگانه؟ فقط باید گفتمان بشه، باید خدمات اجتماعی بشه. شما فکر کن. یکی چیزای دیگه ای که من از این جناب فرد یاد گرفتم، چرا این یک مرد موفق معید با این خانم هوشیار خردمند، چرا اینا بلندشن از لس آنجلس، اصلا توی یه دیم هستن که اصلا من ویزا باید بگیرم برم بیورلی هیلز؟ ولی آقای جعفری همینه. در هر صورت اگه اشتباه تلفظ کردم ببخشید، چون من راه نمیدم اونجا. از اینجا بلند میشه میره السالوادور مرسه درست کنه. بس چی؟ به خاطر اینکه عزتش در عزت کله، چون میدونه برای اینکه آینده ساخته بشه این نقشه ها صورت بگیرن، نقشه های انسانی صورت بگیره، باید بچه های درست تربیت بشن، بچه هایی که بتونن نیازهای جسمانیشون، فکریشون، معنویشون برآورده بشه. پس تعلیم خیلی مهمه. تعلیم مهمه اگر اون کسی که تعلیم میده بتونه فقط فضای ایجاد بکنه که اینا بتونن شکوفا بشن. تعلیم به معنی این نیست که به بچه ها یاد بده، به شاگردات یاد بده چجوری چی فکر کن، به تو چی که این چجوری فکر کن، بهش یاد بده طریقت درست فکر کردن رو. این باید خودش تشخیص بده سوالا رو، خودش باید جوابا رو پیدا کنه. من نمیدونم چند نفر شما کالج رفتین، مدرسه رفتین، سوالا رو قبلا داشتین، حفظ میکنین، بعد میرین سر کلاس ببینه تمام سواله یه سواله دیگه است. ولی به خدا اگر دو گروه سوال رو ببینی، میبینی که سواله رو اگه حفظ کردی جواب خوب ندادی. ولی اگه طریقت فکر کردن و مشکل رو فهمیدی، جواب صحیح رو میتونی پیدا بکنی. پس تعلیم مهمه. تعلیم از چه شروع میشه؟ از بچگی. ببینین خانم آقایان، من دوباره نمیخوام بحث روانشناسی اینجا پیش بکشم، اینا بحث حقیقیه، بحث اجتماعیه. شما دقت کن، سال اول بچه تمام کسانی که اینجا نشستی، پیر، جوان، میان سال، اگه تونستین ثابت بکنی که غیر از اینه اصلا شما یک مخترین که تمام حرکات و سکناتتون وابستگی مستقیم داره به سال اول زندگیتون، چگونه پدر و مادر و اطرافیان با شما رفتار کردن، نیازهای جسمانی و عاطفی و فکری شما رو چگونه برآورده کردن، برین بخونین اریکسون رو، ببینین چی میشه که یه بچه اعتماد به نفس پیدا میکنه در مقابل یه بچه‌ای که همش هراس داره، بی‌اعتماده. آیا اگه یه مادری داشته که عشقش یه مدتی بوده یه مدتی نبوده، اعتماد حاصل میشه؟ اگر این که مادر منه اینطوری ارتباطش با من، پس من یه چیزی یاد میگیرم به هیچ ارتباطی اعتمادی نیست،
من حالا میخوام برم زن بگیرم باید به زنه اعتماد کنم. چرا؟ الگوی اولیه من مادرم بود، اون زیاد اعتمادی به من یاد نداد. خوب دقت کن، امکان داره باهاش موافق نباشی، ولی حقیقیه. مگر اینکه تمام این سیستم‌های سایکولوژی غلطه و فقط شما درست میگی. چرا حسود میشی؟ چرا خودبین میشی؟ چرا کمبین میشی؟ چرا افرادگرا میشی؟ چرا بنیادگرا میشی؟ چرا میخوای یه عده بخونن تو هم باهاشون بخونی؟ همش اینا دوران یک سالگی تا 12 سالگی ده. اریکسون یک کتابی داره، اریکسون Childhood and Society، میگه 3-4 سال اول بده به من بچه تو، بعدش تو میتونی داشته باشی. در ادیان کسانی مثل عبدالبها عباس معتقده 3 سال اول تو هر کاری کردی کردی، اون وقت تمام این نیازهای عرفانی، معنوی، فلسفی، امنیتی رو میتونی ترهیش بریزی، الگو بریزی. اگر این نیازها در سنین مختلفه برآورده نشه، به قول یونگ مثل سایه این کمبودها دنبالت میاد. این از بحث شادو، تو همش دنبال خواسته ای ولی هیچ موقع بهش نمیرسی. هدف بنده این بود از این نرایز. خانم آقایم، اگر ما میخواییم انسانهای سالمی رو درست بکنیم، باید قدرت ارزشیابی فردی در خودمون ایجاد کنیم. سوال کنیم تا دم جعبه قبر میتونی این کار رو بکنی. سوال کن کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم من آخر، ننم آوی وطنم، کجا میریم؟ به یک عبارت به جبه قبر میریم هممون. به قول استیو جابز، آیا تو به بقای بعد از مرگ معتقدی؟ میگه من چیکار دارم به بقای بعد از مرگ؟ من میخوام بقای همین جارم بتونم به دست بیارم. من اصلا اینجا نمیدونم بقا دارم یا نه. خوب دقت کن به این حرفا، به این کسانی که دنیا رو عوض کردن. سعی کن یه جوون بهتری درست کنی، اون موقع بقای تو نمودار میشه. مگه شما محمدی نیستی؟ مگه شما بهاءاللهی نیستی؟ مگه شما عیسوی نیستی؟ مگه شما عیسوی نیستی؟ مگه عیسی و موسی و محمد و بهاءالله مگه مرده؟ برای شمایی که فقط بت پرستید و به مقامات جسمانی اینا تعلق دارید، بله مرده است، بس همین، خود شما مرده اید. ولی اگر به اون حقیقتی که نه متولد شده و نه میمیره شما انس بگیرید، بعد به جای قاضی ناظر میشید. سخن از امروز رانی به امروز را نگران باشید. یعنی چی؟ اولین باری که من این بیان رو خوندم، زیارت کردم، گفتم یعنی چی؟ من به عنوان یه روان درمانگر اصلا نمیفهمم چی میگی شما. من گذشتم رو چگونه ول کنم؟ آیندم رو چگونه عوض کنم؟ نظر به حال بکنم؟ یعنی چی؟ و الان ما میفهمیم این شخص جلیل چی میگه. یعنی ای حبیب، گذشته هر چی بوده نتیجهش حاله و آینده هر چی هست امتداد این اوضاع حاله. تو پس در حال خودت ناظر باش، گذشته خودت رو مرور کن، ازش درس یاد بگیر،
به جای آن که گذشته اسیرت کنه، به جای آن که ویکتومایز بشی، مادر خوبی نداشتم، رژیم خوبی نداشتم، پیغمبر خوبی نداشتم، اینا رو الان ما در روانشناسی، البته تو آفیس من بیایی که 10 دقیقه این حرفا رو بزنی، سکرتاری بیرونت میکنه. چون کسی که خودش رو ویکتوم بدونه و منم مورد من مظلومم، مظلوم، خب تو مظلومی که درست بشو نیستی، تو باید قادر بشی که درست بشی. اه نه نه نه، من معتقدم آخه باید مظلوم بود، مظلوم. آره آخه ما پیغمبرمونم یکی از القابش هست مظلوم عالم. خب پس الان تو به من نشون دادی که اونم نفهمیده چی میگه. مظلوم کی؟ مظلوم کسیه که قدم درست برمیداره، در راه درست کار میکنه، امنیت اجتماعی داره، امنیت معنوی داره، ولی در راه این حقایق اگر بهش ظلمی وارد بشه این عطاس، اونه میگم مظلوم. مظلوم پس فرق میکنه با کسی که خودش رو حقیر میدونه. اونی که میگفت من مظلوم عالمم حقیر نبود. کسی که حقیر احساس حقارت میکنه مظلوم نیست، این حقیره. مثل همین قضیه ای هست که ما در راه خدا فدا میشیم. که چی فدا میشی؟ خدا آمده که تو زنده باشی، زنده باش. ولی از غیر خدا، یعنی غیر حقیقت، یعنی غیر امنیت، غیر رضایت، غیر شکوفایی کناره بگیر. خانم آقایین، اینا رو باید ارزش‌یابی کنی و درست بفهمی، و الا رژیم ها عوض بشن، تشکیلات ها عوض بشن، هیچی عوض نمیشه. واسه همینه که عجب ظاهر بنگری این عمرا سبب اختلافن. فالحقیقه ناظر باشی این عبادن، ما ایم که بایستی درست بشیم، انتظاراتمون رو بیشتر بکنیم. وقتی ازدواج میکنیم فقط به خاطر رسوم بچه دار نشیم، مادره باید تحصیل بکنه، عقلش درست کار بکنه. من رو ببخشید اینطوری حرف میزنم، قلب پاکی، چون دورتا فرما خیلی خوب، قلب که خب باشه، قلب پاک یعنی چی؟ الان که یه قلب خوکه رو بحث کردن آقا فرد اون آدمه، پس قلب خوکه قلب پاکه؟ قلب پاک نیست. چی شد من گیج شدم؟ این قلب پاک اصطلاحه، چون قلب محور فعالیت عاطفی انسانی. ولی عقل خرده اگر عوض بشه، قلبت هم لطیف میشه، با لطافت و با خردمندی شفقت ایجاد میشه، شکوفایی حاصل میشه. ارزشیابی کنید، ارزشیابی کنید تشکیلاتتون رو، تعالیم مذهبیتون رو و سیستم های مدنیتون رو، و به جای آنکه به ظلم بپردازید، از مقام انسانیتون خارج نشین و با خلاقیت سعی بکنین راه های بهتری رو برای خودمون و اون کسانی که بعد از ما میان فراهم بکنین. عذر میخوام از تطویل کلام. خیلی خیلی ممنون جناب دکتر ریاضتی عزیزمون، به بسیار بسیار مفید و مؤثر. بله، میخواهیم که بلافاصله بریم به سراغ سوالها که دوستان منتظر هستن. بعضی دوستان سوال کردن مربوط به هفته پیش میشود، البته بعضی این سوالها که مانده است. جناب دکتر، میخواهم، یک سوالی اومده است که آیا وضعیت وخیم عالم را میتوان صرفاً با نقش ریزی درباره آینده عوض کرد؟ بسیار سوال مهم و کلیدیست، لطفا. بله بله، هم سوال کلیدیست و من فکر میکنم تا حدودی هم بهش اشاره کردیم. بله درسته، که نقشه خیلی خوبه، ولی نقشه عمل کرد میخواد، فهم میخواد، درک میخواد.
قدم برداشتن میخواد. من معتقدم که نقشه ها خوبه، ولی به شرط این که با وجدان تو هم باشه، انسانهای با وجدان رو تربیت کنه، انسانهای اخلاقی رو تربیت کنه. نقشه برای اینه که این امنیت ها ای که من ذکر کردم، مزلو ذکر کرده، فراهم بشه. نقشه برای اینه که دنیای بهتری رو بسازیم. دقت کنید، بسازیم، نه اینکه ساخته میشه. اونایی که فکر میکنن آینده رو کسی واسه شون میسازه و تقدیمشون میکنه، خیلی باید اینا خوابالو باشن، واقعا باید خوابالود باشن، چون نساخته، تا حالا نساخته، از این به بعدم نمیسازه. اگر بسازه توهین به مقام انسان کرده، ولی به ما طریقت وصولش رو میده. نقشه، نقشه انسانی، نقشه ملکوتیه. نقشه ملکوتی اونه که نه مذهبیه نه سیاسیه، انسانیه. محور جمعی تعالیم وحدت عالم انسانی باید بشه. پس اگه دقت کنید، نقشه ها به تنهایی کار نمی کنه، باید در مرحله فردی، در مرحله اجتماعی، در مرحله تشکیلاتی این ستا با هم کار بکنم. من فکر میکنم فرد جان، این نقشه ای که شما بهش اشاره کردی، اگه من درست فهمیده باشم، یکی از امکاناتش اینه. خانم آقایونی که این نقشه رو، این اوراق رو، این چلتا بند رو داری میخونید، قابلیت های پویایی در شما میتونه باشه و هست. این خیلی مهمه. یعنی ما بخونیم و رد شیم، ولی خیلی واقعا یعنی چی؟ یعنی هر کسی اگر بخواد میتونه تغییر و تحول ایجاد کنه. پس ما اگر به صورت فرد، اجتماع تغییر و تحول ایجاد کنیم، یه خبر جدید بهتری میگیریم، تشکیلاتمون هم عوض میشه، چون تشکیلات نمایندگی ما رو داره، انتخابات آزاد رو ما بایستی توسعه بدیم، فکر آزاد رو ما باید توسعه بدیم. ما نباید سنسورشیپ رو قبول بکنیم در هر جامعه ای به هر اسمی. ببخشید. ممنون، ممنون. بله، ما همینطور که خدمت دوستان هم عرض کردم، برنامه این نقشه رو که به دست ما رسیده است رو می‌خواهیم طوری بررسی کنیم که بتوانیم استعدادها رو ما بین افراد پیدا کنیم و ببینیم که چطور می شود از این استعدادها استفاده کرد برای بهبود وضعیت عالم. به هر حال این نقشه ما هست. خب جناب ریاضتی، می خواهم بروم برای سوال دوم. فرمودن که آیا نقش حکومت محدود کردن افراد و جامعه است و با ایجاد و حفظ جامعه یا ایجاد و حفظ جامعه از بی‌نظمی است؟ آه چه، این سوال خیلی سوال خوبیه. اینا مثل این که خیلی با شما دوستن جناب جعفری، چون من و شما هم تقریبا در همین راستا فکر میکنیم. سیستم حکومتی نباید کسی رو محدود کنن. محدودیت چرا؟ نظم بله. چون سوال کردی، من باید یه حقایقی رو بگم. یکی از مشکلات عظیم در ایران اینه که حکومت سعی میکنه محدودیت ایجاد کنه، نگاه میکنه به کشورهای مختلفه ببینه چه محدودیت هایی دارن، همون محدودیت ها رو اینجا ایجاد میکنه. چرا؟ وضعیت یک اجتماع با محدودیت درست کردن برای اون اجتماع حاصل نمیشه، بلکه با تشویق کردنشون، با عدالت پروریشون، با اینکه جلوی دزدی رو بگیری ای ارباب حکومت، نه اینکه خود ما هم جزی از اون دزدی بشیم. محدودیت فرق میکنه با صیانت. چه میخوای مذهبی فکر کن، چه میخوای سیاسی فکر کن. صیانت یعنی آن که نظام اخلاقی رو حفظ کن،
نظام امنیتی رو حفظ کن، نظام حرمت‌های انسانی رو حفظ کن. محدودیت اینترنت رو محدودش کنی. خب همین؟ خب تو چجوری میخوای محدودش کنی؟ من الان خودم با یه وبسایتی رو برو هستم که ای میخوان شاددانش کنن، اوشن آف لایتس. خب تو میخوای محدودش کنی؟ محدودش کن. خب علم وجود داره. حالا ما یه کاری کردیم فرد تا این آی پیشو میبنده یا آی پی دیگه میاد. بابا محدودیت سوال انگیزه ای رهبران عزیز من، ای حضرات علما، حضرات عمرا، حضرات اعضای تشکیلات، محدودیت رو به جاش صیانت بذارید. صیانت یعنی صیانت از حقوق و مزایای انسانی. نیاین به مردم بگین اینو نخون اونو بخون. به تو چی که من چی میخوام بخونم؟ تو ولی اسباب. اگه یه کتابی رو من میخونم که منو تشویق میکنه به این که یه کار خلافی بکنم، با تعلیم و تربیت درست کن. یه در لندن یه موسیقی بود جناب فرد، چون شما قیافه آمریکایی میزنه و انگلیسی، میگفتش که love to kill, love to kill, shoot to kill. بعد خب این جوانه اینو گوش میدادن، خب ازش سوء استفاده هم میشد. اینا اومدن گفتن چیکار کنیم چیکار نکنیم، اومدن به این کسانی که اسکریپ رایترن، من اسکریپ بنویسن، میگن آقا شما وقتی این حرفا رو میزنی خیلی از مردم نمیفهمن، احساساتی میشن، گرفتاری دارن. تشویقشون کردن اون ریشه ها رو که درست بنویس، درست بکن، اسباب نزب و سبای پریشانی نکن. پس محدودیت سرور عزیزم بسته ای داره. فقط یک نفر تو رو میتونه محدود کنه، اینم بگم، اون کسی که نظام عالم دستشه، قوانین کلی عالم ما رو محدود میکنه. ببین من اگه برم از یه بالای یه پشتمون ده طبقه بیفتم، اگه مردم نمیتونم بگم نیوتن انشالله پدر و مادرت فنا بشی که تو این جاذبه رو ای به ما دادی. نه، نیوتن بهت خدمت کرد، گفت این قانونه هست. تو قوانین طبیعی وجود داره، قوانین معنوی وجود داره، قوانین اخلاقی وجود داره، اونا ما رو محدود میکنه توسط وجدانمون. ولی تو که عمرا هستی، تو که اعضای تشکیلاتی، وجدانها رو بیدار کن، اون موقع تعلیم و تربیت درستی بده، اون موقع میبینی محدودیت به صیانت مبدل میشه. ببخشید. ممنون. سوال بعدی هست که آیا به نظرتون دین و تشکیلات دینی عامل پسروی و جدا کردن مردم نیستند؟ خب اینو ما جواب دادیم. اینم مثل این که امروز مثل این که اینایی که با شما چایی میخورن زیاد با دین چایی نمیخورن. ولی ببینید، نه، من باید حقیقت رو بگم، چون شما میدونیم من در این تالار مثل تلویزیون، مثل رادیو، من کاری به مذاهب مختلف ندارم. هیچ موقع هم سعی نکردم در هیچ تالاری، در هیچ فضایی اعتقادات مذهبی رو که میدونم درسته بیام اون رو گسترش بدم. نه، من باید حقایق رو بگم. دین یک حربه است و یا یه وسیله است. اگر در دست یک انسان عاقل با وجدان خردمند بیفته، اسباب عشق و پیشروی رو ایجاد میکنه. اگر در دست یک متعصب خودبین فقط دنبال منافع شخصی بگرده، البته که به پسروی کمک میکنه. ببینید، مارکس میگفت دین افیون توده است. اگر توده وجود داره
گیم بده چون افیونه، ولی ما نمیخوایم توده باشیم، همه ما میخوایم عالم بل استقلال باشیم، میخوایم استقلال فکری داشته باشیم. ما دین رو وسیله میگیریم نه هدف. ما به خاطر دین نمیمیریم، ما به خاطر اهداف عالم انسانی همه چیز رو هم میتونیم فدا کنیم. پس اگه دقت کنیم بیننده عزیز، شنونده محترم، نه یا ضد دین بشو یا ضد علم بشو، میتونه هر دوی اینها از ای سو استفاده بشه. به نظر من اگر ما افراد بچه هامون رو بهشون تفکرات انتقادی یاد بدیم، اگر ما به مادرها تفکرات انتقادی یاد بدیم، اگر تشکیلات مذهبی در دانشگاه ها به مردم تفکرات استقلالی انتقادی یاد بدیم، شما بدون آدم عاقل، آدمی که هدفش عشق و محبت، از هیچ وسیله مذهبی استفاده نمی کنه برای پسروی، چون پسروی وجود نداره. سرور عزیزم، انسان ها همواره در راه پیشرفتن، این تمدن به صورت زیگزاکی ولی به سمت جلو داره پیش میره، سرعتش کم و زیاد میشه بر حسب این که ما چقدر خردمندانه پیش بریم. دین رو وسیله بدون. دین هزار سال قبل مال هزار سال قبله، دین امروز مال امروزه، دین امروز مال هزار سال دو هزار سال قبل نیست. از اونایی که میگن این تعالیم ما تعالیم ابدیه، خیلی باید پرهیز کنید. اینا نمیفهمن چی میگن، چون ما به اصل استمرار معتقدیم. استمرار پویایی میاره، استمرار خلاقیت میاره. پس دین افیون توده نیست، دین یه چراغه، دین وسیله امنیته، ولی میتونه وسیله سوء استفاده هم بشه، همونطور که در ایران عزیزمون داره میشه. میتونه اسباب بی‌نظمی بشه، همونطور که توسط سوء استفادگران شده. چگونه میتونی به پیش رو بری؟ کاری به علما نداشته باش، کاری به تشکیلات نداشته باش، خودت برای خودت تحقیق کن و به قول گاندی همون آدمی باش که دوست داری در آینده ببینی و در دیگران ببینی. ببخشید. ممنون جناب دکتر. آخرین سوال رو یکی از دوستان در همین تالار با تکست برای من فرستادن، برای شما میخونم. فرمودن استاد ریاضتی خسته نباشید، استاد تمامی این نیازمندی ها را خرد رهنمون میشود. شما به نیازمندی ها اشاره کردید امروز. این صفت خرد در انسان چگونه نضج میگیرد و علم و عقل با خرد چه تفاوتی دارد؟ خیلی خوب، این خودش یه بحث است، من که ما میتونیم بذاریمش برای دفعه بعد اگر مایل باشین، ولی به طور کلی خرد رو نمیشه تعریف کرد. بیننده عزیز، شرکت کننده محترم، لسان خرد میگوید هر که دارای من نه دارای هیچ، از هر چه هست بگذرید و مرا بیابید. خیلی جمله قشنگیه. این جمله رو شما میتونی ببری در کریشنا پیداش کنی، در شاهنامه فردوسی نگاش کنی. خرد و مهر با همه. عقل وسیله است خانم یا آقای محترم، علم نتیجه مشاهداته که با اون عقل توأم میشه، که بعد میبینه اون چیزایی که فکر کرده معجزه بوده در حقیقت غفلت خودش بوده، از بینشی که نسبت به نظام عالم داشته. خرد یک بصیرت جامعه
که ورای عقل داشتنه. خیلی از عقلا مهر و محبت نداشتن، خیلی از فلاسفه شما میبینید من چقدر به کانت احترام میذارم، ولی در یه حوزه‌های مخصوصی. کانت ابدا خردش با این کتاب نوشته در مورد خردگرایی روشنگرایی با سیاه ابدا ما معامله خوبی نداشته، با زن ابدا برداشت خوبی نداشته، تابع فرهنگش بوده. شما دقت بکنید نیچه رو در نظر بگیرید، ببینین عقل یک وسیله‌ایه که اگر با عشق و یگانگی نوع بشر توأم بشه یه خرد کلی ایجاد میکنه، خرد اجتماعی ایجاد میکنه. خردمند کسیه که ایراد نمیگیره، بلکه میگه نظر به عقلش این حرفا رو زده، ولی من میام جوانب دیگر رو درست میکنم که به سمت وحدت در کسرت برم. خرد وحدت در کسرت رو میبینه، خرد کلی میبینه، عقل به قول شادروان علی مراد داوودی مثل یک زن خرابیه که با همه میخوابه. یعنی چی؟ یعنی عقل رو دانشمنده استفاده میکنه، بمب ازش میسازه. عقل چون داره میتونه یک رهبر سیاسی بی اندازه ضد انسانی بشه، ولی یه آدم خردمند این کار رو نمی کنه. به همین دلیل هم میگوین لسان خرد میگوین. عقل یک وسیله‌ایه که خرد استفاده میکنه، ولی عقل خرد نیست. چه بسا کسانی که عقل دارن ولی معرفت ندارن. من میخواهم با این عبارت تمامش کنم که اول معرفت، بعد محبت، بعد نیت و بعد عمل. وقتی این چهار تا با هم هماهنگ میشن، ما یک پدیده ای داریم به اسم خرد. ببخشید. یک دونه تشکر جناب دکتر حبیب ریاضتی از برنامه‌تون امشب، بسیار استفاده بردیم. به هر حال هفته آینده برنامه شما رو از السالوادور با هم خواهیم داشت. با امیدوارتون هفته آینده در برنامه دیگر با شما. متشکرم. سفر شما و ملیه خانم به خیر و به سلام. متشکرم. ممنون. قربان شما. شبتون بخیر. ممنون.